sıcak havlandı. Peki. Sıcak havlandı. Hayır, korktum. Telefon kendi masada kasmıyor. Şova dönüyor. Thank you.
نقش حقوقی و قراردادها و وکیل مرکز. خیلی که دروکی برای ما در بخش خاطراتتون رو فهم دو بابانی رو زندگی زودی داریم. لوحه بعدی متعلق به سرکار خانم مهوش دارشی ریتانشیست. خوشم. We started in 19, during the war actually, there was a government with a prime minister who was pro-Nazi in Iraq. And they started already targeting the three Jewish families which were in the area. And we suffered an attack in our home at the Euphrates River. I remember that I was a small kid. It made me to, let us say, hate quite a lot that country, people, because of, you know, when you have a trauma when you are a kid, you're attacked and so on and so forth. So. People like you have, some of us have gone from one country to another and suffered so much pain and suffering just because we had to migrate once. And the interesting thing about the Iraqi Jews is that they experienced the exact same thing twice in a lifetime. In your case, you've gone from... I actually lived more with the American Army people than you know, with the Russians, then I was in Tehran for about a year. And from then, I left to Switzerland, and I lived always in Europe. اون مرد که در تهران دیدم مردم فعال نبودن، البته داشتیم که مردم دلسوز و همواره با بچه ها انتی بودنه، اکثرا بچه هایی که مثل من و دامتان کمتر بیردن تحصیل و دکتری و پزشکی میشدن. حالا شما نوه دارید میگه نه؟ نوهاتون اینجا در مدرسه دارد. حالا این چی جو شما پس سه نسل ایران اینجا درست کنن چند باید؟ آقای من البته الان 7-8 ساله شد بزرگ نیستم که پس تکیه بکنم باید چیکار بکنم، ولی اون چیزی که اینجا من با تهران هم که همواره بچه ها بیشتر سر درست بودن و به درستشون زیادتر نیستن جو سر نوعی من بله خب ایران فشار من زیاد بود که بعض وقتا ما احتیاج به تفکیر داشتیم واقعا خسته میشدیم ما شاید جدی میگم بودید دلاده سرد و درس میکنی دیگه من همچه که از دارم همواره نازه بچه هم بودم بله یه چند وقت دیدم یکی من رو نمیگم فضولی ولی محبت کنم آفستر میره قسمت آش رفتم یعنی سرده رفتیم تو باشگاه رفتم باشه از پله ها رفتم پایین پله آخر که رسیدم روبرو نگاه کردم پسرم با چوب بلیار دوزوی من باشگاه تا وقتی رفتم خونه گریه میکردم اونم پسرم گریه بودم من میترسیدم که این بچه رفتم جای بد و بد بشه و اونم میترسید که من تمیش کنم ولی دیگه بعد از اون این بچه در سخنم با یکی از دوستان مطرح شد یکی از شیرین ترین تجربیات مادر در دبیرستان اتفاق برای من شخصا این بود که با هر قوم و ملیت و طرز فکری سر یک میز در اون دوران بیگناه و پاک میشستیم و خیلی از ماها که از اون محیط فارغ التحصیل شدیم تعصب اصلا نداریم و همه رو با خودمون یکسانیم. به همین دلیل هم از که هنگامی که وضع مدرسه اتفاق ناجور شد علت این بود که تمام شاگردهای مدرسه عراقی رو بردن کانفیسکول امریکایی ها ولی بعد متوجه دیدن عراقی ها که مرسی اتفاق اینطور رو نبگیرد شاگرد ها قبول هستن به آقای کیتاید اعتراض کردن ها این آقا برای ما جا نزشته همش ایرانی ها رو نمیسه آقای کیتاید رو مطرح کرد
دیدن معاصر رو، تاریخ معاصر رو اونطور که باید بشاید در اثر فعالیت آقای مرشدی و ارتباط و روابط حسنه‌ای که با مؤسسات دولتی به ملی داره تونسته اون رو هم در یک چارچوبی قرار بده که آغاز به امیدواریم که امیرتان بشه. من از کلیه دوستانی که امروز اومدن اینجا و چهره هاش رو برای من آشناس اکثرشون و همم از آقای ایرج صفایی به خصوص من متشکرم از اینکه در یک فصلی در خلوص تهران دانشجویان رو به خلوص کشون و در رأس اونها قرار گرفت. خیلی متشکرم که نشست. که این مناسب درسته؟ بله. چرا بحث شدیم؟ چرا بحث شدیم؟ رابطه جوینت و بیمارستانه دکتر صفدی. هیچ وقت نشد. حتی یک روز هم قرار نشد. مرتب کار میکرد و با هم همکاری میکردم. و ضمناً به تو عرض کنم. اوائل که جوینت آمد به ایران چون مواردی که با کمال تأسف میخوام بهتون بگم که یه موقع جوینت تصمیم گرفت که برنامه های خودش رو در اصفهان تعطیل کنه و من اونجا بودم و رؤسای جوینت اونجا بودن و بعد من گفتم که سر شام بودیم. اعتراضی که به جوینت داشتن این بود جوینت از ایرانی ها، از یهودیان ایرانی فیلم هایی تهیه کرده بود، به خصوص فیلم های خیلی بدی تو آمریکا نشون میدادن، به این وسیله پول جمع کرد که خود صندوق ملی به این اعتراض داشت. و اگر دوستان صندوق ملی اون سال به خصوص آقای دکتر کرماشاچی، آقای هستن، این مسئله رو حتما به شما گفتن. من خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. اجازه بدید. اینقدر راجع به واکسیناسیون بچه‌ها و جلوگیری از بیماری زحمات زیادی کشیده شد و برنامه‌های خیلی خیلی خوبی درست شد که تمام بچه‌ها واکسینه شدن. مدعای بهداشتی که در قانون طب‌ها وجود داشت از 30-40 سال پیش به بعد، approved music was intended for religious events alone, while art music and folk music could not be Zoroastrians and most of all Jews. Jewish involvement in large numbers is not surprising, as Jews were the largest and most widely dispersed minority population in the pre-modern period. Music neither died nor diminished due to clerical opposition, but along with some of the repressive restrictions on physical contact with Jews and reduced opportunities in some economic arenas, came new opportunities in crafts. One more instrument in the makers, although there were two Jews who could still repair bows and tar frets. The rest had migrated to Tehran, but there were many performers of this. But for the most part, they have nothing to do with performance skill or talent. Rather, it has more to do with the evolved lifestyle and allegations about misbehavior. On the one hand, this had the positive effect of creating musical dynasties. On the other, daughters of professional musicians related to the large-scale immigration to Israel and Tehran of Shirazis in the 1950s. But as overall educational opportunities improved in Iran, new vocational possibilities enabled the potential musicians to escape a low-ranking profession in favor of more attractive options. Many of my informants' children were already studying American music and are hybrid forms, combining traditional genres with Western sounds and instrumentation. Yet, while professional teenagers were also studying santur, traditional violin, and sitar, regional Mahali music, popular Iranian music, and so on, was something to be learned and performed for peers. I was told for many this renewed interest in indigenous music quickly declined among the educated in the 90s. Had my interest not been seduced by other possibilities, I believe I could have made a case for the accuracy of this premise. Thank you.
کامرانی رو ببار یا کردار ای تازه و جا جا دست و قلم و قدم یهودی